وحید سلک نیز دیگر جودوکای ایرانی است که در مسابقات جهانی 2005 مصر از بخت‌های مدال طلا بود، اما ناچار شد برابر حریفش ببازد تا به مساف جودوکای اسرائیلی نرود. سرلک در سال 2011 به کشور آلمان پناهنده شد و به کار مربیگری مشغول شد. علی رضا فیروزی هستم، 12 ساله، از استان مازندران، شهرستان بابل. من از 8 سالگی شروع کردم. بعد 4 سال فکر کنم شدتم بسیم. دومین بار در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان شرکت کردم. اولا وقتی هنوز آماتور بودم روزی 3 ساعت کار میکردم، الان روزی 6 ساعت کار میکنم و معلمان به من کمک میکنم که به درسم سلمه نزنم. غیبش من 2 تا نام استاد بین‌المللی گرفتم، یکی دیگه مونده استاد بین‌المللیشه. شاید به جرأت بتوان گفت علیرضا فیروزجا یکی از بزرگترین افتخارهای ملی ایران در عرصه ورزش است. او متولد 28 خرداد 1382 در شهر بابل است و نخستین بار در رده سنی زیر 12 سال در رقابت‌های شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در سال 2015 توانست به مدال طلا برسد. فیروزجا در سن 16 سالگی دومین بازیکن جوان تاریخ شطرنج شد که به ریتینگ 2700 دست پیدا کردند. سپس در سن 18 سالگی با شکستن رکورد ماگنوس کارلسن جوانترین بازیکن تاریخ شطرنج جهان شد که به ریتینگ 2800 دست پیدا کرده است. در دهه 1398 ایران از اعزام تیم ملی شطرنج به مسابقات جهانی که روسیه خودداری کرد. آن زمان گفته شد این تصمیم برای جلوگیری از رویارویی شطرنج بازان ایران با اسرائیل گرفته شده است. در پی انصراف از اعزام تیم ملی ایران به این مسابقات، علیرضا فیروزجا تصمیم گرفت به جای مسابقه با نام ایران زیر پرچم فیده فدراسیون جهانی شطرنج مسابقه دهد. علیرضا فیروزجا تنها شطرنج باز تاریخ ایران است که سوپر استاد بزرگ نامیده می شود. پرچمدار ورزش زنان در ایران در دولت آقای روحانی کیمیا علیزاده بود، دختری که تونستش اولین مدال تاریخ ورزش زنان در المپیک رو به دست بیاره. بعد از این اتفاق خیلی روی کیمیا علیزاده منوف داده شد و خیلی حمایت شد نسبت به بقیه ورزشکاران زن. اما متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که کیمیا رفتن رو به موندن ترجیح داد و شاهد هستیم که الان این دختر ورزشکار ما قراره که با تیم پناهندگان در مسابقات المپیک توکیو حضور پیدا بکنه. اینکه این اتفاق افتاد خب خیلی شوک بزرگی برای همه بود، چه ورزشی ها چه دولتی ها. اما کیمیا تو بیانیه‌ای که داد اینجوری مطرح کرده بود که از برخوردهایی که باهاش شده گله‌مند بود. یعنی در واقع اینجوری میشه گفتش که فکر میکرد که خیم شبازی برخی ها بوده و نمیخواسته که سر سفره ریا و دروغ و چاپلوسی بعضی ها باشه. برای همین هم تصمیم گرفته که بره. حتی به اینم اشاره کرده بود که این تصمیمش از گرفتن مدال المپیک هم براش سخت‌تر بوده. اما کیمیا این تصمیم رو گرفت و کیمیا تنها نبود. همونطور که تو این سالها ما شاهد مهاجرت مردم ایران هستیم، خیلی از ورزشکاران ما هم در این سالها از ایران رفتن. در بخش دختران اگه بخوایم حالا نام ببریم اسامی کسانی که از ایران رفتن، غزل حکیمی و درستا درخشانی، آرزو معتمدی، راحل آسمانی، میترا حجازی پور، مینا علیزاده، صدف خادم، مژگان تاجیک، پریسا فرشیدی، دینا پوریونس و کیمیا علیزاده هم که این دو نفر آخر قراره که در مسابقات المپیک توکیو با تیم پناهندگان حضور پیدا بکنن. یکی دیگر از عوامل شایع مهاجرت ورزشکاران زن ایرانی محدودیت‌های آنها در ورزش ایران است. در المپیک 2020 توکیو
ایران با داشتن 5 ورزشکار در تیم پناهندگان بعد از سوریه با 9 ورزشکار بیشترین سهم را در تیم پناهندگان المپیک داشت. در این بین باید به نام کیمیا علیزاده اشاره کرد، دارنده نخستین مدال تکواندوی زنان ایران در المپیک. او نیز به دلیل آنچه که خود استفاده تبلیغاتی حکومت از عناوین ورزشکاران عنوان کرده بود کشورش را ترک کرد. خب این که ما کشور آلمان انتخاب کردیم به خاطر این بود که مهمترین چیز تو زندگی من، مخصوصا الان که متأهل هستم، اینه که یه زندگی با آرامش داشته باشم و فکر میکنم که اینجا بتونم در کنار ورزش حرفه‌ای که میکنم و اون اهدافی که تو ذهنم هستش مثل مدال المپیک، مدال جهانی و خیلی چیزای دیگه اینجا بهش برسم و خب و تمام تلاشام میکنم که مثل قبل که توی تمامی مسابقه فکر کنم 95% بازیه که شرکت کردم تونستم نتیجه بگیرم، از این به بعد هم همینطور باشه برای آلمان. کیمیا علیزاده در مسابقات المپیک 2020 با تیم پناهندگان موفق به کسب مدال برنز شد. در ایران از گوینده مسابقه ورزشی تا مطبوعات و مقام ها او را به باد انتقاد گرفتند، اما در نظر مردم علیزاده قهرمانی شایسته تقدیر باقی ماند. مهاجرت در دنیا چیز عادیه، شاید ما ایرانی‌ها یه ذره سخت می‌گیریم. الان خیلی از کشورهای آفریقایی مهاجرت می‌کنن، در سطح اروپا دارن تو فوتبال حتی ملی ها بازی می‌کنن، خیلی از کره‌ای ها آمریکا میرن، خیلی همه آلمانی‌ها این بعد میان، هر کس هر جا دوست داره که زندگی بهتری رو پیدا بکنه و فکر می‌کنه اونجا موفق‌تره میره. سخت نباید ما بگیریم، کیمیا علیزاده یا هر کس دیگه انتخاب کرده، حالا شانسش رو جای دیگه امتحان بکنه، یا افرادی که اسپوردید. من برای همش آرزو موفقیت میکنم و فکر میکنم باید به همه ایرانی‌ها بگم سخت نگیرید، این یه چیز طبیعی در همه جای دنیا، حق انتخاب زندگی برای هر کس دست خودشه. ما نمیتونیم بگیم تو باید حتما اینجا زندگی کنی، من تو رو بزرگت کردم، من خرجتو دادم، مگه بقیه خرجشون رو کشورشون نمیداده یا پدر مادرشون نمیداده؟ پس پدر مادر رو ترک میکنم برای اینکه دنبال ماجراجویی ان، دنبال شانس بهتری هستن و به نظر من این طبیعیه. کیمیا علیزاده پس از المپیک خطاب به مردم ایران گفت: چون نمیخواستم از پله های ترقی با نشستن پای سفره فریب، ریا و فساد بالا بروم، به همین خاطر رنج دوری از وطن را به جان خریدم. شهره بیات یکی دیگر از ورزشکاران زن ایرانی بود که ناچار به ترک وطن شد. او نخستین داور زن بین المللی شطرنج ایران در رنکینگ آی آسیا و آموزگار فدراسیون جهانی این رشته بود که در پی انتشار عکس بی‌حجابش در مسابقات جهانی خبرساز شد. پدر او رئیس هیئت شطرنج استان گیلان این موضوع را شیطنت عکاسان خواند. از شهره بیات خواسته شد از حجاب اجباری زنان دفاع کند، اما او حاضر به این کار نشد. گری گاسپاروف قهرمان جهان و نیگل شورت نایب قهرمان فدراسیون جهانی شطرنج شجاعت این زن را ستودند. مشخصا رئیس فدراسیون شطرنج که با نهادهای امنیتی در ارتباط بود، از طرف اونا به من گفتش که باید نامه عذرخواهی بنویسم. به من گفتن که باید فقط روسری مشکی بذاری و تمام موهاتو بپوشونی و توی صفحه اینستاگرامت هم اینا رو منتشر کنی. و بعد از در واقع من خودم یکی از شطرنج بازار رو میشناختم که توی وزارت امور خارجه بودم، باهاش ارتباط گرفتم، گفتم که چی شد، چیکار من باید بکنم، این چه داستانی که پیش اومده. و ایشون برام یه لیست فرستادن که یه لیست بلند بالا بود که گفتن که باید این کارا رو انجام بدی. اول لیست این بود که فقط باید با خبرگزاری فارس و تسنیم مصاحبه کنی و جز اونا با هیچ جای دیگه نباید مصاحبه کنی. بعد گفتن که باید از قاسم سلیمانی تجلیل کنی و این زمانی بودش که در واقع همون موقعی بود که قاسم سلیمانی تو عراق کشته شده بود. و بعد گفتن که باید اعلام کنی که تمام موفقیتات و مدیون نظام جمهوری اسلامی هستی و در واقع هرچی که به دست آوردی به خاطر این بوده. و گفتن که باید در واقع حجابم رو کامل رعایت کنم و از حجاب اجباری دفاع کنم.
و من شما نپذیرفتید. دقیقا من پیش خودم، یعنی اون لیستو که دیدم ازم باورم نمیشد که من چطور میتونم این کارا رو انجام بدم، و اگر این کارا رو انجام میدادم قطعا از خودم متنفر میشدم، چون این چیزی که تمام زنای ایرانی دارن ازش رنج میکشن و من خودم از کودکی از تمام دوران زندگیم داشتم از این حجاب اجباری رنج میکشیدم. بس آزار و اذیت از حجاب اجباری داخل ایران یه بحثه، و وقتی که شما به عنوان در واقع یه بازیکن میرید تو مسابقات بین‌المللی شرکت میکنید و بعد مجبورید که تو خارج از کشور این حجاب رو بذارید، جایی که همه آزادن، و شما یه تصویر عجیب و غریبی از خودتون که اعتقاد ندارید بهش رو به دنیا معرفی کنید، اونجاست که خیلی بیشتر از نظر روحی آسیب میبینید. کمیته جهانی المپیک و همه فدراسیون‌های بین‌المللی همواره در تلاشند از دخالت سیاست در ورزش جلوگیری کنند، اما متأسفانه در ایران ورزش بازیچه دست سیاستمداران شده است تا از این طریق به اهداف سیاسی، تبلیغی و عقیدتیشان دست یابند.